بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام به روی ما همه هموطنان خوب، دوست داشتنی، نازنین خودم. اما امروز با ما اصل دیگه. سلام. خوب هستی قربان؟ بفرمایید، تو رو خدا بفرمایید. حالا اون روزم قرار بود مثل سریای قبلی که خواهرم پرواز داشت و می‌خواست بره ارومیه، خودم با ماشین شخصی خودم بیارم تهران و به پرواز برسونمش. حس کردیم یه اتفاقی افتاده. این خبر سقوط هواپیمای ایران ایر تهران ارومیه رو اعلام کرد. با اینکه من می‌دونستم از ساعت هم یه پرواز برای ارومیه هستش، دیگه حتم داشتیم که خواهرمون داخل همین پرواز هست. خانم بفرمایید، منتظر شما هستیم. چقدر خوب، خدا رو شکر که اینقدر شما رو سر حال ببینیم. خانم بفرم، خواهش می‌کنم بفرم. اعلام کردن که ما داریم به فرودگاه نزدیک میشیم و میخوایم ارتفاع کم کنیم و نزدیک فرودگاه شدیم. اینو اعلام کردن، به فاصله یک دقیقه یا دو دقیقه بعدش بلا فاصله اعلام شد که ما اجازه فرود نداریم و قرار برگردیم تهران. بعد از این دیگه هیچ صحبتی نشد، فقط لرزش شروع شد. که اول یه لرزش خیلی کم بود، یه تکون خورد هواپیما. من مثل دفعه قبل میگم احساس کنم خب پیش میومد، یه لرزش خیلی کم موقت و گذرا. این دفعه فکر کردم مثل دفعه قبل تموم میشه، الان لرزید، دوباره لرزید، دوباره لرزید، لرزش زیاد شد. بعد دیگه وحشتناک شد، خیلی لرزش شدید بود. بعد برقای هواپیما خاموش شد. خب رسیدیم تا اینجای قصه سرکار خانم کمانی که دیگه مخرس شده بود که پروازشون داره سقوط میکنه. یه خانمی گزارش کرد از ارومیه، شبکه خبر، گفت که من تو محل حادثه هستم، دارن جنازه رو میارن بیرون از داخل هواپیما و تا الان هیچ آدم زنده‌ای مشاهده نشد. فکر میکنم یک ساعت به این منوال گذشت تا اون تلفنی که خیلی تاثیرگذار بود برای هممون، اون تلفن شد. ایشون اون عزیزی هن که این خانواده رو از این همه استراب و ترس نجات دادن. آقای کشتیبان عزیز بفرمایید. پیش کردن و گفتن جاده دریا یه حادثه‌ای داریم، اعزام بشین. شما سوار آمبولانسش کردین؟ بله. تنها بودین؟ بله من تنها. از خانم کمانی شماره تلفن پرسیدم، ایشون گرفتم، ایشون هم پشت تلفن خیلی هول بودن. گفتم آقای کمانی چیزی نشده، فقط پاشون، یه پاشون آسیب دیده. والا ایشون آیه کشتیبان اصرار داشتن که زنده است فلان، بعد من باورم نمیشد که زنده است. بعد گفتم بابا من شماره تلفن خودشون گرفتم. گفتم خب اگه اینطوری گوشیو بذارین در گوشش من صداش بشن. راجب یک جمله قشنگ گفتی، گفتی من دنبال یک فرصت مجدد بودم. بله الان احساس میکنم اون فرصت رو دارم، حالا زمانش برام مشخص نیست، چند ماه چند سال، ولی میدونم یه فرصت دیگه دارم. زندگیم باید با قبل فرق کنه. خیلی این فرصتی که خانم کمانی میگفت فرصت طلاییه. جوونیم، رعناییم، زور داریم، مرگ با کسی شوخی نداره. تا میتونیم از این فرصت نهایت استفاده رو کنیم. ماهتون عسل.